خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید، در روزگار به کامتون باشه. ساعت‌های هیجانی، ساعت‌های حساس و طبق اطلاعات و آماری که از چند روز قبل ما خدمت شما اعلام کردیم، ساعت صفر نزدیک و قرار حالا طبق گفته ها و شنیده ها و اطلاعاتی که به دست ما رسیده بود از هفته قبلم به سمع نظر شما رسوندیم، قراره که از امشب اتفاقاتی رخ بده. خب ما امشب موضوعات بسیار زیادی داریم، یه چند کلمه با شما هم صحبت دارم، چون من احساس میکنم بعضیا واقعا جدی نگرفتن یا احساس کردن که یک طنزیه که حالا تو کانال‌های مختلف آورده میشه و میگن نه علی خامنه‌ای اون چیزی که باید داشته باشه رو نداره و نمیزنه و این داستان ها. نه اصلا این داستان ها خیلی جدی تر از این قضایی هست. من امشب با شما صحبت میکنم در این خصوص، یه سری کد ها هم به شما میدم، لطفا توجه بکنید، به دیگر دوستان هم حتما اطلاع بدید که در برنامه امشب ما شرکت بکنن. ولی قبلش اجازه بدید که من صادق رو بیارم بالا که امشب ما کلی در این خصوص برنامه داریم. نت خیلی ضعیفه، بعد از صبح امروز این اتفاق افتاده و نت بسیار ضعیف شده. خب اینها هر وقت میخوان. سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان عزیز و دوست داشتنی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پیمان جان چه خبر؟ هر لحظه آبستنه یک اتفاق هستش و باید لحظه به لحظه اخبار رو دنبال کنی. الان هم همین الان خبر رسید که حمله راکتی حزب الله به شمال اسرائیل. آره همین الان، البته راکتی نیست، پهپادی هم توشون هست، بیش از 40-50 تا. ولی خب این داستان، این من احساس میکنم این انحرافیه خب که دارن این کارو میکنن. قضیه مهمتر از اینها همون ساعت صفره که ما قبلا هم اعلام کردیم دیگه، حالا گفتیم که طبق شواهد و مدارک که به دست ما رسیده امشب شبیه که اینها میخوان در ساعت صفر حمله خودشون رو آغاز بکنن. یه موضوع این که از صبح امروز اینترنت در کل کشور ضعیف شده صادق، یعنی بچه‌ها واقعا نمیتونن به راحتی بیان وارد بشن، برنامه ها رو ببینن. ولی خب اینم یک اما و اگری داره. موضوع دومم این که من سلام علیک کردم با شما آقا صادق، ما الان با هم دیگه داشتیم تلفنی صحبت میکردیم، مشکل نداره. بینندگان عزیز توجه داشته باشن که ما الان یکی دو روز باور کنید خواب آروم نداریم. ولی کردن لباسمون اصلا معنی رب نداره. به خدا من داشتم تعجب کردم، خیلی جالب، هم دو نفر یه رنگه. نه اصلا هیچ ربطی نداره. نگاه کن، من قبل از که برنامه این شب رو شروع بکنیم، من خیلی هم اتفاقا صحبت دارم. منم خیلی سوال دارم پیمان. خب این خیلی خوبه، چون بعضیا من احساس میکنم که به شوخی گرفتن تو فضای مجازی. من دیدم که این میگه اگر این بزنه اون کارو میکنیم. نه دوستان عزیز، باید یه سری کارهای درست حسابی انجام بدیم. لطفا لاس زدن رو حداقل در فضای مجازی بذارید کنار در این چند روز، چون قراره یه سری اتفاقات بد هم رخ بده. حالا قرار ما امشب یه سیزار خوب رو به شما بگیم، اتفاقات بد رو هم می‌خوایم به شما بگیم. اما قبلش اجازه بدید من این رأیی که امروز دادگاه آرژانتین بعد از نمی‌دونم یکی دو دهه اینو صادر کرد و اعلام بکنم بر علیه جمهوری اسلامی، این هم در جای خودش و اون که امروز این رو صادر کردن محلی از سؤاله. خب دادگاه آرژانتین جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت محکوم کرد. این دومین باره جنایت علیه بشر. همین ماه گذشته بود که گزارشگر سازمان حقوق بشر سازمان ملل آمد جمهوری اسلامی رو بهشون تیبون میدن. پیمان من نمیفهم اصلا چه بهشون تیبون میدن توی سازمان ملل. در حال سیاست پدر مادر نداره. خب حالا بعد از اون که گزارشگر سازمان ملل آمد گفت که جمهوری اسلامی در داخل کشور اقدام به جنایت علیه بشریت کرده، الان دادگاه آرژانتین دومین جاییه که دارن در طی همین یک دو ماه جمهوری اسلامی رو یک جنایتکار معرفی میکنن که به حق درسته. دادگاهی در آرژانتین اعلام کرده که اسناد موجود ثابت میکنه جمهوری اسلامی با همکاری جنبش تروریستی شیعه حزب الله لبنان
مرگبارترین حادثه تروریستی تاریخ آرژانتین را با بمبگذاری در مرکز یهودیان آمیا مرتکب شد. در این دادگاه جمهوری اسلامی را یک دولت تروریستی و عامل جنایت علیه بشریت عنوان کردند. بنابر رأی این دادگاه جمهوری اسلامی مسئول حمله مرگبار سال 1992 به سفارت اسرائیل در بوینس آیرس و حمله 1994 به مرکز یهودیان آمیا بوده است. آرژانتین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نقشه این بمبگذاری را کشید و حزب الله لبنان آن را اجرا کرد. بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان آمیا در سال 1373 منجر به کشته شدن 87 نفر و زخمی شدن بیش از 300 تن و آسیب به 400 مغازه و واحد مسکونی شد. این امروز گزارشش منتشر شد، رأی دادگاه هم صادر شد. در جای خودش واقعا قابل تأمل این که باید دیگه تصمیم بر علیه جمهوری اسلامی گرفته بشه و باید واقعا این رژیم دیگه غزل خداحافظی رو بخونه. یه نخست وزیر عراق هم بزنین خبرش رو هم بگم بعد بریم دیگه، ما در خدمت شما هستیم. نخست وزیر عراق هم گفت آقا ما طی ساعات آینده اگر قراره بزن به کوبی بشه، نمیخوایم طرفی در نزاع ایران و آمریکا باشیم، حمله به منافع واشنگتن را نمیپذیریم. محمد از سودانی نخست وزیر عراق در مقاله‌ای که برای فارن نوشت گفت که عراق نمیخواهد به طرفی در نزاع ایران و آمریکا تبدیل شود. تصمیمات جنگ و صلح باید منحصرا در دست حکومت باشد. حملات به منافع آمریکا را نمیپذیریم. تلاش میکنیم تا سلاح‌های خارج از کنترل حکومت و نهادهای آن برچیده شود. چقدر جالب که یک هوشیاری داره در دولت‌ها به وجود میاد. همه دارن پس میزنن این جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دمل چرکی در منطقه. من در خدمت شما هستم. مرسی پیمان عزیز، دمت هم گرم. اول که دم کسایی که الان هستن آنلاین هستن گرم که همیشه با ما همراه هستن. مرسی که امشب من دعوت کرد. پیمان، توی اخبار خودت چندین بار گفتی که جمعه روز موعود اول، همین لایف هم گفتی به ساعت 0 این نزدیک میشیم و امکان داره امشب یک حمله گسترده جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل داشته باشه. میخوام ببینم که پیمان واقعا اتفاق میفته امشب. نگاه صادق، به هر حال رخنه های اطلاعاتی در هر دولتی، در هر حکومتی، در هر تشکیلاتی وجود داره که از جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنا نیست. اطلاعاتی که به بیرون درس پیدا کرده، حالا یه جورایی هم یه قسمت هایش به دست ما رسید، حالا رغم اینکه همه میگفتن در طول هفته فلان روز میزنند و بسار روز میزنند، ما یک کاور خود شما درست کردیم گفتیم جمعه قراره بزنه. حالا به دلیل و به چه میدونم داستان‌های دینی که اینها دارن، اینا همیشه منتظر بودن که جمعه این آقای با اسب سفید از رو ابرها بیاد و فلان و اینها جهان رو اینا، این حرامزاده ها چه میدونم داستان خزعبلات این چنینی رو با اون مخلوط کردن، میخوان حالا بگن ما امروز میخوایم یه کاری بکنیم. صادق واقعا قضیه جدیه. امروز در قسمت‌هایی از پایتخت تو تهران هلیکوپترهای کبرا مشاهده شد که خیلی سریع می آمدن توی یه مرکزی. حالا اون مرکز ها مال ستاد مشترک بوده، اون مرکز ها میگن سمت بیت علی خامنه ای بوده، اون مرکز ها مال وزارت اطلاعات بوده که می نشستن سریع بلند می شدن و به یه مکان نامعلومی می رفتن. حالا من با بچه هایی که صحبت کردم گفتم تحلیل شما چیه، بچه هایی که داخل هستند و اینها گفتن که احتمالاً دارن سران رو جابجا می کنن. سران رو جابجا کنن، ترتیبشون رو نمیدن ها، دارن از یه جایی به یه جای دیگه میبرن. خب چون اینا اینقدر حرام زادن دو ما حرف جا به جا رو میزنیم، حالا مردم گوششون چیز آره دیگه، کی میخوان ترتیب کیو بدن. نه، گفتن که سران لشکری و کشوری رو دارن جابجا میکنن، اونایی که مثلا حائز اهمیت هستن برای جمهوری اسلامی. خب ما از هفته قبل اومدیم خبرش که دادیم، گفتیم علی خامنه‌ای رو نمیدونم تو استانهای اردبیل یا تبریز براش جایی رو انتخاب کردن و اینها رو با خانواده بردن اونجا. حالا دارن دیگه قضیه به ساعت صفر داره نزدیک میشه، دارن بعضی این افرادی که حائز اهمیتن رو از پایتخت خارج میکنن، چون اینا مطمئنن بعد از اینکه حملهشون به اسرائیل انجام شد، اسرائیل اولین مواضعی رو که خلاص مورد عنایت قرار میده پایتخت ایرانه. خب از قبل هم خب اینا اعلام کرده بودن.
و شما شک نداشته باشید که این اتفاق میفته. یکی دیدم که پرسید برگشت که با احتمال داره حالا مثلا در آخرین دقایق نمیدونم علی خامنه ای بی خیال بشه. نه اصلا اینجور نیست، اینها خیلی تلاش کردن، خیلی رایزنی کردن که چین بیاد به قول گیلک ها کت خدامنشی بکنه، یا مثلا روسیه بیاد میانجیگری بکنه و بگه آقا ولش کن الان دیگه خوردن زدیم بیایم آشتی کنان و فلان تموم کنیم. اتفاقا چون منافع اونا در کار، منافع اسرائیل و منافع روسیه و چین، اصلا پا پیش نذاشتن. خب گفتن نه اصلا به ما کسی اطلاع نداد و فلان، ما نمیدونیم، حالا احساس میکنیم شما صلح بکنید بهتره، ولی حالا میکنید بزنید بزنید. علی خامنه‌ای فکرش رو نمیکرد، میگه من میام حالا یه جفنگی رو میگم، بعد اینها میان که خدا ملشی میشه، ما هم از موضع بالا میگیم باشه حالا دلمون سوخت و اینا. دید هیچکی جلو نیامده هیچی. از اون من نخست وزیر انگلستان آمد به حمایت از اسرائیل، آمریکا هم که همین الانش که ما در خدمت شما هستیم یه دونه از کشتی‌های خودش رو که این رهیابی میکنه موشک‌ها رو میزنه و اینها الان فرستاد تو دریای کنار اسرائیل تو منطقه ایلات که اونجا متمرکز بشه که بتونه موشک ها رو رهگیری بکنه. و جالب خود دم و دستگاه های آمریکا این ناف های هواپیما برشون و اون زیر دریاییشون و اینها همه الان گارد گرفتن، یعنی همه موضع نظامی گرفتن، آماده باش هم هستن. و من احساس میکنم صادق پشت دست اینها نسخه جمهوری اسلامی رو دیگه پیچیدن، گفتن این دیگه یک دمل چرکی الان داره برای ما هم گرفتاری ایجاد میکنه. نه اینکه دلشون حالا برای اسرائیل بسوزه و اینها، نه، بله لابی اسرائیل یهودی ها تو آمریکا و جاهای دیگه بسیار قدرتمنده، اونا بی تاثیر نیستن. اما این آبراهی که تو باب المندب و دریای سرخ این اتفاقاتی که افتاده نمیذارن کشتی های اینها راحت برن و بیان و باعثشن جمهوری اسلامی شده که راه به راه داره به حوثی ها سلاح و اینا میده، اینها تصمیم گرفتن که دیگه یک بار برای همیشه سر اختاپوس رو بزنن و این اتفاق طی ساعات آینده صادق جان رو خواهد داد. اشاره کردی به هلیکوپترهایی که دارن سوار مملکت رو جابجا میکنن و نمیدونم پیمان این حرف گفتنش سخته، یعنی مردم ایران هیچی، خودشون جای امنی باشن و حالا بلند پروازی هایی که دارند رو به سرانجام برسونن و میخوام قدرت اول منطقه بشن به هر شرطی به هر طریقی که شده، ولی مردم ایران هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته خودشون در جای امنی قرار بگیرن. اینجوریه دیگه، نه ما اینجوری باید نگاه صادق. اتفاقا منم تعجب میکنم، تا این لحظه من داشتم خبرهای تلگرامی این شبکه های وابسته به اسرائیل رو نگاه میکردم، میدیدم که هم سخنگوی ارتش، هم وزیر خارجه، هم سخنگوی دولت، هم خود مرد نتانیاهو، اینها آمدن به مردم خودشون گفتن که ما پشتیبانی های لازم رو انجام دادیم، روحیه خودتون رو حفظ بکنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، گنبد آهنی هست، پشتیبان گنبد آهنی، ما دو تا سه تا دفاع موشکی دیگه هم داریم، شما اصلا نگران نباشید، به اندازه کافی هم تو مارکت ها و هایپر ها و اینها مواد غذایی رو اندوختیم برای شما گذاشتیم، اصلا چی میگن تو دلتون هیچ بد راه ندید. ولی صادق علی رغم این که من خبر دارم رژیم جنایتکار آخوندی مشخصا سران حرامزاده شون تمام خانواده خودشون رو به جاهای امن فرستادن و امروز هم دیگه این هلیکوپترها نشون داد، هلیکوپترهای کوبرا وقتی بلند میشن از ستاد مشترک مشخصه برای اینجور کارها بلند میشن که از یک جایی به یک جای نامعلوم میرن، مشخص شد تتم افرادی که از این حرامزاده ها در تهران بودن امشب تهران رو ترک کردن. ما چند روز پیش با شما جلسه داشتیم تو همین برنامه اومدیم گفتیم اینا حتی ستاد فرماندهی جنگ خودشون رو بردن بیرون تهران، یعنی اینقدر اطلاعاتشون هم درس پیدا کرده. خب اما این برای من سواله که آخه چقدر شما باید حرامزاده باشید علی خامنه ای و 40 دزد بغداد که مردم ایران برای شما اینقدر بی اهمیت هستن که تا به امروز یک قوت قلب به این مردم ندادید. صادق من شایدم الان باید واقعا یک قضیه رو به مردم ایران بگم، الان من اصلا هیچ علاقه ای ندارم که بخوام بلبشو را بندازم جو و ملتهبش بکنم فیلم سینمایی را بندازم، نه، ولی عزیزان بیننده ای که
الان دارید برنامه من رو میبینید، برنامه ما رو دارید میبینید، من از شما خواهش میکنم، از شما خواهش میکنم تا اونجایی که دستتون میرسه غذای خوش و آب معدنی برای خودتون تهیه بکنید. عزیزان من، این اصلا یک موضوع شوخی نیست که من دارم خدمت شما عرض میکنم. همین الان ما خبر داریم، یعنی امروز صبح خبری به دست ما رسید که سپاه پاسداران انقلاب اسحالی از روز دوشنبه با شرکت آب معدنی های نمیدونم دماوند و کجا و کجا و کجا قرارداد بسته و تمام تولیدات اونها رو داره میبره تو انبارهای خودش دپو بکنه. خب این حجم آب رو برای چی میخواد که در تاریخ میگن بی سابق است؟ دارن تو اطراف تهران تو زاغه های سپاه پاسداران دارن اینا رو دپو میکنن. خب و جالب اینجاست، من امروز با چند تا از داروخانه دارها داشتم صحبت میکردم، میگفتن آقا ما از دو هفته قبل یک سری داروها رو سفارش دادیم که شرکت های پخش دارو برای ما بیارن، تا دیروز که پنجشنبه بود این کار رو نکردن. میگه ارتباطات گرفتیم، دوستانه هم باشون صحبت کردیم، گفتن آقا این خبر رو از ما نشنیده بگیری، ولی داروهای پرمصرف رو همه رو فرستادیم برای سپاه پاسداران. قرار مگه چه اتفاقی بیفته؟ اگر شما واقعا میخواین جنگ شروع بکنید، خواه حرامزاده ها، شما از الان باید به مردم بگی، مردمی که الان تو خونهشون نه قوت و غذایی دارن، نه خوراک خشکی دارن، آذوقه خشکی ندارن، آب معدنی ندارن. خب فردا، من همین امروز دیدم اسرائیل برگشت گفت که اگر ما حمله اول رو به جمهوری اسلامی داشته باشیم، میخواییم از بمب‌های مغناطیسی استفاده کنیم. بمب‌های مغناطیسی یعنی چی؟ یعنی تمام زیرساخت‌های کل کشور رو اینا از کار میندازن. خب شما کل آب تهران رو سیستم کامپیوتریه، همه کدگذاری شده است. اینها این بمب‌های مغناطیسی رو بزنن، خب همه آقا جنگه دیگه، مرده نمیاد بالا با هواپیمای F-35ش بیاد بخواد بزنه بگه مردم ایران من نیم ساعت این بالا وای میسم، شما بیاین این و جمهوری اسلامی شما بیاین این و که من شما رو بزنم. وقتی میگن جنگه، خب از الان حرامزاده ها شما باید به مردم اعلام بکنید که آقا شما یه قوت غذای خودتون رو تهیه بکنید، آذوقه خودتون رو آب بدن. اصلا پناهگاهی وجود داره واسه بمباران هوایی؟ نگاه صادق، اینجور وظیفه پدافند غیر عامل کشور، سازمان پدافند غیر عامل کشور، پدافند غیر عامل فقط واسه خودشونه دیگه. خب همین، این حرامزاده ها همه کار میکنن الا اون کاری که باید انجام بدن. پدافند غیر عامل شما به اساسنامه‌شو بخونید، تو گفتن تو مواقعی مثلا اضطراری و سیل و طوفان و زمین لرزه و جنگ و اینهاست. خب الان شما دارید جنگ را میندازید. من اطلاعاتی رو که کسب کردم صادق، اینها میخوان در آن واحد از چند جبهه، از چند جبهه چی؟ یعنی از سمت حالا یا سوریه یا حماس که همین رفعی که الان براشون باقی مانده، از این ور از حزب الله، از اون ور اون دوتا کشتی که الان تو دریای سرخ دارن، تو باب المندب دارن، ایران داره، که اونها هر کدوم میدونی که این موشک‌های بالستیکی که الان ایران این جدیدا رو ساخته، مثل خرمشهر و مثل اون خیبرشکن و مثل اون یکی اسمش چی بود حالا یادم نیست، اینها رو میتونن حتی با یه کانتینر تو یه کشتی کوچک هم بذارن پروازشون بدن. همچین اصلا تشکیلات پیچیده‌ای هم نداره برای لانچ کردنش و برای فرستادنش. خب اینها احساس میکنن و این چیزی رو که الان دوستان به ما گفتن، اینها میخوان امشب از چند جبهه به اسرائیل حمله بکنن. چند جبهه برای چیه؟ جبهه لبنان و جبهه حماس و جبهه حالا رو کشتی ها و رو سوریه، باعث این بشه که تمام رهگیری ها و تمام این گنبد آهنی و اون پوشش دهنده ها بخوان حواسشون به این وقت پرت بشه که اینها بخوان از همین سه تا موشک خودشون، من بعید میدونم حالا اینا بخوان از بالستیک استفاده کنن، چون بالستیک میدونید که وقتی میخواد بیاد بخوره به هدف، یعنی از اون مدار وارد میشه، راحت شناسایی میشه، مخصوصا که الان این سیستم هایی که آمریکا کشتی هاشون هستن اینا رو راحت رهگیری میکنن. اما اگر این بالستیکا واقعا به هدف بخورن، صادق نباید یه چیزی رو ما اصلا فراموش بکنیم، واقعا مخربن، یعنی اون موادی که درش به کار برده شده اگر به مکانی بخورن قدرت تخریبشون بسیار بالاست.
من احساس میکنم با علم بر این جمهوری اسلامی میخواد از اون مواضع خودش، یعنی لبنان و نمیدونم جاهای دیگه، از پهپاد و چه میدونم موشکای کوتاه‌برد خودش استفاده بکنه. این گنبد آهنی و اون رهگیری ها، موشکای رهگیری ضد هوایی های اسرائیل رو درگیر خودش بکنه، از این ور از خاک خودش. اتفاقا من دیدم خیلی‌ها میگن نه حالا حالا لبنان میاد 4 تا میزنه تموم. نه، من الان اینجا اون برداشتی رو که کردم، من به شما قول میدم که اینا از خاک خودشون قراره بزنن و قرار موشک هم بزنن. و اون دفعه هم به شما گفتم اینها تعداد بسیار بالایی هم موشک میخوان بزنن و میخوانم مطمئن بشن که چند تا از این موشک ها برخورد میکنه. صادق، بعد از اینکه این موشک ها برخورد کرد، شما شک نداشته باشید که اسرائیل پاسخشو زیر چند ساعت میده، چون اونا همین دیروز مانورشون رو با قبرس تمام کردن. اتفاقا تمام اهداف فرضی طولانی، مسافت طولانیشون رو زدن، خیلی هم برنامه ریزیشون صد و کار آمد و نمیدونم کاربردی و درست بود. یعنی اونا الان آمادگی این رو دارن. الان نیروی هوایی اسرائیل یک هفته از آماده باشه، یک هفته. حالا مثلا دیگه ارتش و جاهای دیگه و اینها رو کار نداریم. پس به این خاطره که من واقعا اصلا یک جوری موندم که آیا جمهوری اسلامی واقعا میخواد مردم رو یک جورایی گوشت دم تیر بکنه، گوشت دم توپ بکنه، واقعا میخواد یک کاری بکنه به مردم اطلاع نده. بعد آقا جنگ تو تمام موشکایی رو که میزنین دقیق که به جایی نمیخوره، یه منحرف بشه بیفته تو شهر، 1000 نفر میمیرن، 100 نفر میمیرن. من احساس میکنم جمهوری اسلامی دوباره میخواد از مردم ایران هم انتقام بگیره، میخواد یک بازی دو سر برد رو داشته باشه، بگه حالا که شما نیامدید در انتخابات شرکت نکردید، حالا که نیامدید فلان در 13 بدر به ما دهنکجی کردید، همین الان بحث حجاب و پجاب و اینجور چیزها هست، هم اینها اسرائیلیا بزنن شما رو بکشن، هم ما بریم تو جوامع بین الملل بگیم نگاه کنید هم به خاک ما تجاوز کردن، هم زدن مردم ما رو به کشتن دادن. حالا باید بمونیم و ببینیم که طی ساعات آینده چه اتفاقاتی رو خواهد داد. من توی همین صحبتات میگم که یهو خود جمهوری اسلامی خواهد این سابقه داره، خود جمهوری اسلامی خودزنی بکنه و بیاد بگه که مظلوم نمایی بکنه، بگه که بله اسرائیل زده و فلان، اینم امکانش هستش نه پیمان؟ امکانش الان صفره، چون که الان تمام توجهات دنیا به جمهوری اسلامیه. این که میگم توجهات، نه این که من پیمان بهبودی از این برای آب دوربین برداشتم نگاه میکنم میرم چه خبره، نه این که میگم توجهات، الان ما به هر حال ابرقدرت‌هایی تو دنیا داریم که همه ماهواره تو هوا دارن، همه دارن نظاره میکنن که موشک‌ها از کجا بیرون میاد، به کدوم هدف میخوره، از کدوم سمت میره، نمیدونم مجموعه. همین امروز بود دیگه، این شبکه ABS بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم، برگشت گفت که دستگاه‌های امنیتی آمریکا، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا گفتن که ما ظرف این چند روز تحرکات جمهوری اسلامی رو زیر نظر داشتیم. خب چجوری زیر نظر؟ آدم که اونجا ندارن، همه رو دارن از بالا می‌بینن. به هر حال تو وقتی می‌خوای 50 تا موشک چه می‌دونم بالستیک خودتو هم بکنی، چوب کبریت نیست بذاری تو جیب خودت. اینها ماشین‌های 18 چرخ می‌خوان، ماشین‌های بزرگ می‌خوان، ترابری سنگین می‌خواد. وقتی شما اینا رو داری جابجا می‌کنی، مطمئن باشین اینا از ماهواره‌های جاسوسیه که واقعا نقطه زنن و می‌بینن راحت چه می‌دونم حرکت یک خودروی شاید کوچک رو هم رصد بکنن. تحرکا رو دیدن که همین ABS امروز برگشت گفت که آره، اینها گفتن که شاید تا ساعتی دیگر این حمله رخ بدهد. من دو تا سوال رو همزمان با هم دیگه این فرستم، چون تعداد سوالات هم زیاده. یکی این که امکان داره مثل جریان عین الاسد بشه و این که اول اطلاع بدم بعد بیام بزنن، آقا ما داریم میزنیم همه جمع کنید، آیا چنین اتفاقی میافته؟ و این که از دیشب که هی اتفاقات پشت همدیگه داشت رخ میداد و بیشتر رسانه‌ها میگفتن که الان میزنه، یک ساعت دیگه میزنه، یکی از سران جمهوری اسلامی هم ساعت 1:20 رو زد که هیچ اتفاقی نیفتاد، حالا بماند که تمسخر به تمسخر گرفتنش. تو این میان ارزشی ها چی میگن پیمان؟ چرا اینقدر خوشحالن؟ چرا اینا اینقدر خوشحالن؟ این همه توییت آقا ترسونیم اسرائیل رو، از دیشب خواب نداره اسرائیل، نمیدونم ما هنوز نزده اسرائیل تو شلوار شاشیده. آقا شما چرا جو گرفته شما رو؟ این دو سوال رو
جواب بدیم. سوال دوم تو اول جواب بدم. اینا همون احمقایی هستن که از درب سفارت عربستان بالا رفتن، بعد دیدید که پیامدهاش چه دودی رو به چشم ما مردم ایران و خود حکومت وارد کرد. اینها همون احمقایی هستن که در هفت اکتبر تروریست های حماس حمله کردن و تجاوز کردن به خاک اسرائیل و تجاوز کردن به مردم، به زنان و بچه ها و دختران و اینها، و آخرم اینها رو گرفتند و گروگان گرفتند و بردن. اینها همون حرامزاده هایی بودن که آمدن در کف خیابان شیرینی و شکلات پخش کردن، بعد دیدن که کلن کوکوشش انداز شد و پدر صاحب بچه در آورد و اون حمله چند ساعته اونها منجر شد که من الان یه گورستانی تحت عنوان غزه ما داریم که دارید الان میبینید. اینها همون حرامزاده هایی هستن که خیلی زود، خیلی شتاب زده و خیلی احساسی در این 45 سال همیشه این کار رو کردن که این وضعیت کشور ماست. الان هم دارن شتاب زده عمل میکنند، خب، و دارن الان میگن که ما برگ برنده رو داریم و فلان. ولی از قدیم گفتن که الان بهار هم هست، میگن جوجه رو آخر بهار بشمارن. خب شما باید بمانید آخر بهار جوجه ها رو بشمارید. طی ساعات آینده به محض اینکه شما مردانگی خودتون رو ثابت کردید و اولین موشک رو به سمت اسرائیل پرت کردید، اگر اسرائیل تا 24 ساعت آینده به شما جواب نداد، شما حق دارید هر آن چیزی رو که الان گفتید پروموت بکنید و هزاران بار دوباره منتشر بکنید. من زیاد اصلا نباید بذارید پرانتز باز کنم بعد نه ایراد نگیرند. آقا پیمان خب ضرب المثل رو میدونه، جوجه رو آخر پاییز میشمارن چون بهاره گفته آقا این آخر بهار چون نزدیکه به خاطر همین منظورید. بعد فردا نه ایراد نگیر آقا چه پیمان ضرب المثل رو عوض برای مثال آوردم برای بهار. بهار ما تو بهاری پاییز که نیستیم، چون تو بهاری میگم اجازه بدید جوجه رو آخر بهار بشمارن. خب یعنی الان ما فعلا منازعه ما الانه، پاییز که نیست. این یه سوال اولی هم که شما پرسیدید مشخصا چی پرسیدید؟ در مورد عین الاسد که گفتم که آیا اینا میان هماهنگ میکنه. آقا ما داریم عین الاسد میخوام بزنیم و تو همه جمع کن بعد ما بزنیم، هیچ اتفاقی هم بد نیفتاد. آیا چنین اتفاقی به نظرت میفته؟ هیچ شرایطی اینها اسرائیل سر این موضوع کنار نیامدن، یعنی اسرائیل تحت هیچ شرایطی با اینها سر میز مذاکره ننشسته، اصلا تحت هیچ شرایطی. اصلا اسرائیل اینها رو در حد و اندازه آن ندید که با اینها بشینه حتی کنار بیاد. اتفاقا اسرائیل حملش به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه یک دامی بود که برای جمهوری اسلامی تنگ کرد. اصلا میخواست این کار رو بکنه، اونا که بدون فکر کاری رو انجام نمیدن. اونها همون موقعی که زدن و اون شخصیت ارزشمند جمهوری اسلامی رو کتلتش کردن، به این فکر میکردن که دارن جمهوری اسلامی رو وارد یک بازی خطرناک میکنن. خب وقتی خودت تمایل داری این شخص رو به بازی بکشی، خب هیچ وقت که نمیای باهاش بشینی پای میز مذاکره و بگی حالا بیایم صحبت بکنیم. نه، اسرائیل واقعا تصمیم خودش رو گرفته. اصلا بس اسرائیل نیست ساده. شما یکم الان امروز گزارش های امروز رو بخون، خب سوریه حافظ بشار اسد گذاشته رفته کلا. عراق هم همین الان من برای شما خوندم که نخست وزیرش برگشت که اصلا پای ما رو به میون نیارید. روسیه و چین هم گفتن نه، کسی اصلا به ما نگفته که بیام کت خدامنشی بکنیم، ما هم اصلا نیستیم. خب این وسط داستان چی شد؟ این وسط داستان این شد که آقای سوناک نخست وزیر انگلستان برگشت که من پشت اسرائیلم. آمریکا هم برگشت که ما و تمام قدرت ما و نظام ما و چه میدونم سلاح‌های ما هم پشت اسرائیل، چون خب اینا از دهه‌های قبل هم با هم توافقنامه و تفاهم‌نامه این مسائل رو داشتن. فرانسه هم امروز دیدید که این جناب آقای جمهورش اسمش یادم رفت، جناب رئیس جمهورش هم امروز آمد یک جورایی تلویحا هم برگشت که ما از اسرائیل از اسرائیل حمایت میکنیم و تحت هیچ شرایطی مجموع اقدامات جمهوری اسلامی رو نمیپذیریم. از طرف دیگه هم رئیس CIA آقای ویلز، نمیدونم رئیس سازمان اطلاعات قطر و رئیس سازمان اطلاعات مصر تو مصر آمدن یک جلسه ای گذاشتن که تفاهم نامه ای رو امضا بکنن و به توافق برسن که اسرائیل در ازای گرفتن تمام
گروگان‌های خودش که الان دست تروریست‌های حماس هستن دیگه نخواد به رفح حمله بکنه، که این مردک سنوار، یحیی سنوار که همین تروریست اعظم و سردسته تروریست‌های حماسه، آمد گفت که نه ما فعلا هیچ گونه توافقی رو امضا نمی‌کنیم. چرا؟ چون وایساده ببینه جمهوری اسلامی حمله میکنه، کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی میکنه و بعد از اون اگر دید نه جمهوری اسلامی از ضربه خورده با اینها که بیاد یه توافق و آتش بسی بکنه و کنار بیان، اگر دید نه واقعا جمهوری اسلامی داره یه کارهایی میکنه اون هم بیاد بپیونده و با همکاری جمهوری اسلامی بخوان ضربات بیشتری به اسرائیل بزنن. اما در حال حاضر احساس این بر اینه که تمام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از عربستان و امارات و جاهای کویت و اینها گرفته تا کشورهای دیگه ای مثل آذربایجان و حتی ترکیه و این دور و بر، هر کی عراق و دور و بر ما هستن، همه به این نتیجه رسیدن که دیگه یک بار برای همیشه باید از جمهوری اسلامی گذر بکنن. خب تو جواب سوال من دادی، سوال بعدی منم دادی که بود وزیر خارجه رئیس جمهور فرانسه آقای امانوئل ماکرون. من یه لحظه حواسم به این میره یا گم میکنم اسمشون. من جواب سوال بعدی منو دادی، میخواستم ازت بپرسم واکنش ها چطور بوده، تو واکنش ها رو همه رو گفتی و میخوام این قضیه رو میخوام ببندیم بریم سر وقت اخبار ایران. قبل از اینکه ببندیم من میخوام نظر تو در مورد این سوالی که حالا یهو به ذهنم رسید بدونم، اینکه اینا چرا جون افراد واسه شون اینقدر اهمیت نداره؟ پسر، سه تا از پسرهای هنیه روز گذشته توی یکی از حملات موشکی اسرائیل کشته شدن و اینا خیلی راحت اومدن جلوی دوربین، حالا شاید جلوی دوربین اینو حالا اومدن نشون دادن، هم مادر این سه تا بچه ها هم پدرش که اسماعیل هنیه باشن، اومدن خیلی راحت علامت دوربین نشون دادن با خنده و فلان. حالا از اون بعد من یه ویدیویی دیدم از رضا داوود نژاد مرحوم که سر مزارش سگش داشت واسش گریه میکرد، یعنی اون تصویر اونقدر آدم رو تکون میداد، میبینید چقدر وجود یک انسان برای یک حیوان اهمیت داره که اومده قبرش رو بغل کرده و داشت گریه میکرد، داشت هرچه داشت گریه میکرد، مشخص بود اونایی که سگ دارن تو خونه تمام رفتار سگ رو میشناسن که حالتهای سگ چطور هستش. این دوتا رو بذاریم بغل همدیگه و میخوام نظر تو رو بدونم پیمان، چقدر قدرت واسه شون اهمیت داره که بچه هاش اینجوری به کشتن رفتن و میاد جلوی دوربین انگار نه انگار اتفاقی افتاد. اینها اگر واقعا انسانیت سرشون میشد که هیچ وقت اون فاجعه 7 اکتبر و اون تصاویر دهشتناکی رو که ما دیدیم هیچ وقت رخ نمیداد. خب اینها دلشون برای هیچکی واقعا نسوخته، نمیسوزه. حتی جمهوری اسلامی آخوندها هم اینجوری هستن، آخوندها حاضرن برای منافع خودشون، من پری روز خدمت شما عرض کردم، اینا حاضرن برای منافع خودشون زن و بچه خودشون هم زیر پا بذارن اصلا فدا بکنن. اولا که این آقای اسماعیل هنیه همین الان 35 تا 40 تا بچه داره، خب اصلا نمیدونه اینا کدوماش بودن که مثلا حالا مورد عنایت اسرائیل قرار گرفتن و اینها. بعدش همین حرامزاده همین الانش 3 تا زن داره، آخریش هم که 2 ماه پیش گرفت که در سفر اخیری که به جمهوری اسلامی برای گرفتن دلار پرار بود با همین عروس خانم تشریف آورده بودن که جناب آقای دراز بی خاصیت و وزارت خارجه برای اینها، یعنی عملا برای اینا فانوسداری کرد. خب فرش قرمز پخش کرد، تازه عروس پنگ کرد و تازه عروس و جناب آقای اسماعیل هنیه از اون اومدن رد شدن و شبم رفتن تو هتل اسپیناس تا صبح صدای جیغ و فریاد اینها گوش فلک رو پاره کرد. خب این حرامزاده کرده بود، این حرامزاده ها وقتی برشون اصلا مهم نیست، این سوس زناشون بچه میزان اصلا حالا این مرده اشکال نداره، بعد از این مهم برای اینها موقعیتشونه، مهم برای اینها جایگاهشونه، حتی من نمیگم که مهم برای اینها ایدئولوژیشونه، واقعا الان دیگه اصلا ایدئولوژی برای در مورد اینها صدق نمیکنه، اینها الان فقط دلارها رو میشناسن که مفت. آقا اینا این همه سال تو قطر تو هتل 5 ستاره داشتن زندگی میکردن، دیدی که عکساشونو پخش کردن و فیلماشونو پخش کردن تو جای لاکچری و اینها،
اینا فقط دارن یک جورایی از دلالی و از همین جنگ و از همین راهزنی و از همین کشت و کشتار پول در میارن. حالا اشکال نداره، این وسط هم به هر حال میگن قماربازی و باختن هم داره دیگه، اینها از اولش هم فکرش رو کردن، الان هم اصلا برایشون مهم نیست، حالا بمیرن فلان بشن از خداشونه، آقا تعداد کمتر بشه دوباره، الان این عروس خانم جدید آمده، اینم عین سوسک، خلاصه جای اونا 3 تا مردن، 6 تا اضافه میکنه، مشکلی نیست که. این اتفاقا 30 سال است، چه میگم، بدنه کاملا بیرنگ، موتور 6 سیلندر بیشتر میتونه 4 تا جایی داشته باشه. مرسی از تشبیهت، خیلی خوب بود. پیمان، امروز جمعه بود و من یه دهنکجی هم جمهوری اسلامی به مردم کرد، مردمی که پیگیر فساد سران جمهوری اسلامی هستند، به خصوص تو این چند مدت آیت الله صدیقی که بارها اومد جلوی دوربین، اومد دروغ گفت و دروغش هم مشخص شد و گفتش که آخرش هم خودشون اومدن اعلام کردن که آقا زمینا دوباره عودت داده شد. خب کدوم زمین؟ آقا بس چیزی بوده بس. و امروز به عنوان امام جمعه تهران باز هم اومد سخنرانی کرد و گوسفندانی که اومدن پشتش وایستادن و نماز جمعهشون رو خوندن. البته یه سری تصاویر در اومده بود که خیلی هم خلوت بود، یه تعدادی از این گوسفندان فهمیدن که نباید پشت سر این مردی که الدنگ نماز بخونن. دلیلش چیه این همه دهنکجی به مردمی که پیگیر فساد رؤسای جمهوری اسلامی هستن؟ نگاه صادق، آقای کاظم صدیقی که من دیدم جاهایی که میخوان اسمشو بزنن خیلی زایی است، نمیشه نگاه بزن. اون که وضعیتش مشخصه، یک مفسد اقتصادیه که میخواسته زمین انفال رو که مال مردمه، مال بیت الماله، میخواسته به تاراج ببره، که حالا یه دونش گندش در اومده. ساده خیلی گند ها زدن ایشون، همین الان محلی رو که درش زندگی میکنه محلی از سواله که این زمینش هم زمین انفال بوده که ایشون قصد کرده. حالا مثل ایشون خیلی های دیگه هم هستن که من چند وقت پیش با رادیو آمریکا داشتم صحبت میکنم، نام بردم افرادی رو مثل امام جمعه، نمیتونم گرگان و کجا و کجا و کجا. اینها همه تکلیفشون مشخصه که مفسدین هستن، اختلاسگر هستن، از مال مردم خوردن، خجالت هم نمیکشن. خب ولی اینها یک خلاصه آقا بالا سری دارن، یه مرشدی دارن، یک کسی رو دارن که سمت اون خلاصه کرنش میکنن. اون چرا باید این کار رو بکنه؟ اون که میگه که من آب رو فوت میکنم میخورم، مگر اینکه مثلا آب درش سوالی نباشه. خب اون چرا اجازه میده؟ ما که از اولم آمدیم به مردمم گفتیم این آدم یک آدم کینه‌ایه و واقعا هم کینه‌ایه، و اینم اگر بخوایم بحث روانشناسیشو در نظر بگیم، از دوران کودکی اون بلاهایی که سرش آوردن، این الان با تمام مردم، این فکر میکنه تمام مردم ایران اینو عذر میخوام، ببخشید، فکر میکنه 80 میلیون مردم ایران اینو جابجا کردن، این باید انتقام بگیره و در این سالها هم گرفته. صادق، الان ما تو موقعیت جنگی قرار داریم، هنوز اون اتفاق نیفتاده، طی ساعات آینده اون اتفاق میفته. عقل سلیم چی میگه؟ عقل سلیم به سران کشور میگه مهربان باشی، با طمأنینه با مردم صحبت بکنید، نظرها رو جلب بکنید، بلکه اگر جنگی رخ داد اینها پشتیبان شما باشند و هوای شما رو داشته باشند. این حرامزاده ها، دیروز ما اومدیم فیلم اون بزرگراه صدر رو که مرده روز روشن اومد تفکیل کشید، موبایل و فلان وسایل پسایل ماشین مرده رو تو بزرگراه صدر زدن، نیرو انتظامی میگن اصلا نیامد. ما اومدیم گفتیم این ناامنی تو پایتخت محلی از سواله، یک بار این مردکه الدنگ فرمانده نیروی انتظامی نیومد در موردش صحبت بکنه، ولی امروز من دیدم آمد صحبت کرد. بله، به فرموده آقا، خب همین علی خالی بند، به فرموده آقا ما در 3 نقطه داریم پیگیری میکنیم که حجاب پجاب. آقا جان شما عجب خری هستید، آخه مردم از حجاب گذر کردن، ما دیگه چقدر فیلم پخش بکنیم؟ مردم اصلا شما رو به تخم خودشون حساب نمیکنن، حرامزاده ها. الان بس جنگ بی پدرا،
تا چند روز دیگه اتفاق بسیار بزرگی رخ. من الان حرف میزنم میگن آقا مردم رو تحریک نکن، شاید تا ساعتی دیگه تا چند روز آینده یک اتفاق بسیار بزرگی رخ بده. آقا حرامزاده ها، اون بالا دستی شما پیر شده عقل خودش رو از دست داده، شماها چرا؟ تا چند روز دیگه اسرائیل 100% به شما حمله خواهد کرد. وقتی حمله خواهد کرد 80 میلیون مردم ایران، چون آمادهشون نکردید، چون پشتیبانیشون نکردید، چون همشون رو گرسنه نگه داشتید، چون بهشون هشدار ندادید که به زودی قرار اتفاقی بیفته، به کف خیابان خواهند آمد. اصلا یک پلنیه، یک نقشه خیلی شیکیه که انگار طبیعت این رو طراحی کرده برای سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی و این اتفاق به زودی رخ خواهد داد. آقا صادق شک نداشته باشید. در مورد حجاب گفتی، قرار شده از فردا طرح حجاب با شدت بیشتری که خودشون گفتن اجرایی بشه و امیدوارم که هیچ اتفاقی برای جوانای ما نیفته، چون هر موقع اینا اومدن چنین طرحی رو زدن متاسفانه اتفاقات خیلی بد افتاد. حالا نمیخوام یادآوری کنم اتفاقات بد. به نظر تو جریانش چیه پیمان؟ ما الان فوت هم گفتید ما جمهوری اسلامی الان توی شرایط جنگ هستش، این دیگه از کجا در اومده که تو بیای نیروهاتو بفرستی توی خیابون ها و بیای درگیر حجاب بکنی خودتو، و از اون طرف هم به نظر تو اصلا مردم تمکین میکنن که این همه ما مردم میبینیم دیگه، تصاویری که هستش میبینیم که نافرمانی های مدنی که دارن انجام میدن بدون روسری میان قشنگ تو خیابونا رقص میکنن، حالا مکان های خود جمهوری اسلامی دارن پلوم میکنن به خاطر بدحجابی. به نظر تو اصلا مردم تمکین میکنن یا نه؟ نگاه کن، عرض کردم خدمت شما، اینا واقعا اصلا اتاق فکری دیگه ندارن، قدرت کاربردی خودشون رو از دست دادن. چرا؟ چون همین الان جمهوری اسلامی و دولت این خاک بر سر رئیسی دچار فروپاشی اقتصادی شده، باید قبول بکنیم ما تحت هیچ شرایطی دیگه چیزی به نام اقتصاد در کشور نداریم. هر کی صبح زودتر بلند شد نرخ رو تعیین کرد، اون میشه کت خدا تا آخرش. خب اینها دیدن اوضاع اینقدر بلیخته که بابا جا ما همین الان داریم میگیم آب و فاضلاب پولها رو نداده، راه آهن پولهای کارمنداش رو نداده، استانداری نداده، خیلی از شرکت ها به پیمانکارا پول رو ندادن، به تبع صاحبان و کارفرمایان پول کارگران رو ندادن. این یعنی چی؟ یعنی فروپاشی اقتصادی. دولت فلج شده تو این قضیه. خب الان نمیتونه کلن بیخیال بشه، باید ذهن مردم رو چکار بکنه؟ منحرف بکنه. تنها رایی که الان میتونه ذهن مردم، که احمقانه ترین راست، خیلی راه ها هست. نگاه، مردم ایران بهترین مردم روی زمینن که 45 سال این حکومت رو علارغم اینکه میدونن دجال و چه میدونم اختلاسگر و فاسد و همه جوره هستن تحمل کردن. اگر اینها واقعا یک چه میدونم مغز متفکر درست حسابی که اون بالا نشسته یک احمق بی فکر پیر خرفت توهی مغزه، اگر یک آدم خردمندی بود راحت میتونست قضیه رو مدیریت بکنه، کشور رو دوباره پویا بکنه. خب اما یک آدم عقده‌ای برگشت گفت باشه، حالا که ما به فروش پاشی اقتصادی رسیدیم مردم رو منحرف کنیم. آخه الان که شما دارید با یک کشور دیگه وارد جنگ میشی، اون کشور به شما اولتیماتوم داده، شما باید بیان طرح حجابتون رو، یعنی اینقدر شما عجله داری که چه بکنی؟ و جالبم اینجاست مردم تمکین سازی بکنن، شاید درسته. نگاه صادق، مردم تمکین نمی‌کنن. من اون دفعه یه مثال برات زدم، گفتم پسر خانواده یک ساعت دیر آمد خونه، جلوش وایسی سه بار چهار بار هی بزنی تو سرش، هی جلوش رو بگیری، هی از این کار منعش کنی، هی نذاری با موبایلش بر بره، هی کامپیوتر نگاه نکنه، هی براش تنگینا بذاری، آخر چیکار میکنه؟ اون بچه روی تو وای میسته، حتی دستم رو دراز میکنه. الان اینها کاری با مردم کردن که اینجوری، مردم اصلا برای اینها، برای حرفای اینها سه نمیذارن. آقا مردم از اون انقلاب زن زندگی آزادی دیگه کلن قضایای حجاب و بحث نمیدونم اینجور تمکین کرد، اینا رو پشت سر گذاشتن، دیگه اصلا به عقب بر نخواهند گشت. نگاه کنید، اصلا الان زمانه این نیست که شما بخواید با زور چوب و چماق مردم رو به راه راست، به قول یکی از اینا میگفت آقا مگه میشه با
سرنیزه و گلوله شما مردم رو هدایت بکنید به بهشت. مردم نمیخواد بهشت بره، بهشت رو شما برید. الان هم اینجوری قضیه آقا، مردم نمیخوان. و من همینجا الان به مردم، به زنان قهرمان ما، به دختران قهرمان ما اعلام میکنم تحت هیچ شرایطی تمکین نکنید، تحت هیچ شرایطی تمکین نکنید. مردم عزیز ما، اینها میخوان افکار عمومی رو منحرف بکنن. قضیه اصلا جای دیگه است. نگاه کنید دزدی های اینها، اختلاس های اینها به حد رسیده. اینها باید افکار رو یک طرف دیگه مشغول بکنن. علی خامنه ای اگر داره این جنگ رو راه میندازه، و من به شما گفتم با ضرس قاطع گفتم این اتفاق تا ساعات آینده رخ خواهد داد و اینها جنگ رو استارت خواهند زد، اصلا یکی از دلایل بسیار مهمش اینه که اینها بخوان مردم رو سرگرم کنن. بعد بیان حکومت نظامی اعلام بکنن، بگن الان دیگه جنگ، بشینید تو خونه اصلا بیرون نیان. ولی خب دیگه مردم از اینها گذر کردن، مردم هوشیارتر از این قضايا هستن و ما اون دفعه به مردم گفتیم مراقب این باشید و آماده باشید. به محض اینکه اسرائیل اولین حملات خودش رو انجام داد، خود اسرائیل اعلام کرد که آقا ما تمام مواضع اینها رو میزنیم، اینها رو تضعیف میکنیم، بقیه دیگه خودتون بیاین جمع بکنید قضیه رو. و الان آمریکا هم تو منطقه هست. این یک به نظر من بهترین فرصتیه که دارن به مردم ایران میدن که یک بار برای همیشه بتونن مملکت و خاک خودشون رو از این حرامی هایی که تحت عنوان آخوند و نائب برحق دارن شیطنت میکنن در ایران رو پس بگیرن. پیمان، وضعیت اقتصادی گفتید تو صحبتات و اصلا عادی هم نیستش و همه معترضند و میبینید تصاویری که هم خودت گذاشتی هم سایت های دیگه هم گذاشتم نشان از معترض بودن اقشار جامعه میده و ما هر روز شاهد این هستیم که اعتراضات روز به روز داره بیشتر میشه توی صنف های مختلف و اقتصاد ضعیفی که جمهوری اسلامی برای مردم ایران درست کرده. تو چشمانداز این اقتصاد رو چطور میبینی پیمان؟ اصلا اقتصادی جمهوری اسلامی نداره تا ما براش چشماندازی رو متصور بشیم. من عرض کردم که من شما الان یکی دو ساله اصلا اقتصاد جمهوری اسلامی به فروپاشی کشیده شده، اصلا فروپاشیده. این که رئیسی میاد یه سری خزعبلات میگه، یه سری احمق هم بله بله میگند، این سر نادانیه. اون نادان، اونا که پای منبرش نشستن نادان تر از اونن. اما نه، اقتصادی نداریم. من دیشب داشتم با فرشاد صحبت میکنم، گفتم جلسه ای رو در مجلس در همین سال جدید گذاشتن برای عوض کردن وزیر اقتصاد دارایی. بعد به این نتیجه رسیدن که آقا اصلا مشکل از وزیر اقتصاد نیست، قبلیه رو مگه عوض کردیم چه شد که الان این آمده بخوایم این هم عوض کنیم، یه احمق تر از این بیاریم؟ مگه همه پشت در الان منتظرن تکنسیان ها و متخصص ها و تئوریسین های اقتصادی که بیان جای وزیر رو بگن؟ یه مشت احمق رانتی و بانتی اینو عوض بکنید، دوباره بعد از سپاه یک اسکل دیگر مافیای دیگر رو بردارید بیارید. پس الان اصلا قضیه سر بحث اقتصاد و نمیدونم چشمانداز و اینها نیست. چشماندازش فرو پاشیده، اینو من دارم به شما میگم، فرو پاشیده از جمهوری اسلامی بحث اقتصادیش. الان فقط بحث پایگاه اجتماعیشه که اونم تا ساعت دیگه. ما امشب هم دوباره طبق این دو سه شبی که نخوابیدیم امشب هم بیدار میمانیم تا این حملات به سرانجام برسه. به حمله اسرائیل به محض اینکه انجام شد، آقا صادق شما با زحمت بکشید تشریف بیارید ما لایو رو داشته باشیم، به بینندگان عزیز بگیم حضور میلیونیشون در طب خیابان از چه ساعتی به چه صورت به چه مکانهایی و چه داستانهایی، که اینه جدی دارم میگم، که برن مملکت خودشون رو پس بگیرن. یک اتفاق و اوکازیون برشون افتاده، یعنی دنیا این امتیاز رو داده به اینها که شما میتونید جمهوری اسلامی رو سردگم میکنید، چون جمهوری اسلامی دیگه از جوامع بین الملل هم هیچ گونه صلاحیت نداره. همین دادگاه آرژانتین بود دیگه، آمد گفت که اینها نمیدونم جنایت علیه بشریت کردن. چندی پیش هم که نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل آمد گفت در داخل هم اینها جنایت علیه بشریت کردن. یعنی چی؟ یعنی دو تا رأی داخلی و رأی خارجی صادر شد بر علیه جمهوری. الان ابر و باد و مه و خورشید، اون دفعه هم به شما چند ماه پیش گفتم این پازل ها داره کنار هم جور میشه. به محضی که جورچینشون کامل شد سرنگونیه. بعضی ها گفتن با این داره مثلا جفنگ میگه،
الان چند ماه گذشت، واقعا پازل ها الان کنار هم جفت جوره، فقط حضور مردم رو میخواد در کف خیابان که با لذت بتونن انقلاب زن، زندگی، آزادی یه خودشون رو جشن بگیرن. من اجازه بده یه خواهش دیگه هم بازم، الان چون 2000 نفر دارن ما میبینن، من بگم مخصوصا مردم تهران که الان بیننده ما هستید، آقا جون مادرتون، اینو من جدی دارم خدمت شما عرض کنم، شاید هم آدم بعضی چیزها رو نمیتونه بگه، من نمیدونم این رژیم جنایتکار چرا به شما نگفته، برید آذوقه خشک تهیه بکنید، آب معدنی تهیه بکنید، احتمال داره یک اتفاقاتی بیفته، آقا آخرش نیفته به من دوتا فوش بدید، این آب معدنی که تو خونه است میخورید دیگه، دور انداختنی نیست، یا آذوقه خشک شما که دور انداختنی نیست، ولی از شما خواهش میکنم بگیرید. منطقه آبستن حوادث، یک سری رد و بدل اطلاعات داره تو منطقه میشه، آدم اینها رو بعضی وقتا پالساشو میگیره ذره میترسه. من به شما چند روز پیشم در حضور همین آقا صادق شاهد بود، گفتم آقا انقلاب میشه ولی اوائلش یه سری مشکلات به وجود میاد، یک سری تنگناهایی برای شما، اون تنگناها الان سر در آورده. من از شما خواهش میکنم، جدی دارم میگم، نشه اون روزی که قحطی بیاد بیفتید تو مارکت ها ببینید هیچ خبری نیست، هیچی نمیتونید پیدا بکنید، به یه مقداری رو تهیه بکنید تو خانواده، تو خونه انبار بکنید، مخصوصا شما عزیزانی که تو پایتخت زندگی میکنید، و خودتون این قضیه رو مدیریت بکنید تا ببینیم طی ساعات آینده چه اتفاقی رو خواهد داد. پیمان، باز هم میخوام این سوال ازت بپرسم، این که مردم بعد از این که حالا حمله نظامی بخواد صورت بگیره، یه به قول معروف پیش صحبت داشته باشیم، شما گفتی الان بعد از اینکه حمله صورت گرفت بشینیم با هم دیگه لایو بگیریم و بگیم به مردم چیکار، الان بهتر نیست یه مقدار در موردش صحبت کنیم؟ حالا زیاد وقت نداریم، ولی ازت خواهش میکنم یه سری توضیحات داشته باشیم که آقا مردم بعد از اینکه این حملات صورت گرفته چیکار بکنن، بمونن تو خونه هاشون، برن پناه بگیرن، یا برن مسافرت، چون بعضی عادت دارن متاسفانه باروکوتو جمع میکنن میبرن شمال، نمیدونم بعضی وقت اینجور اتفاقات میفته، یهودی جاده مثلا کوهین و قزوین و اون بر جاده سراوان همه پر شلوغ، همه دارن میان سمت رشت و انزلی و لایجان و بر. چی کار باید بکنن مردم؟ اولا که من اصلا تقاضا نمیکنم و پیشنهادم نمی کنم به سفر برن. چرا باید به سفر برن؟ که همه باید تو پایتخت باشن، بعد از اینکه اسرائیل زد باید به کف خیابون بیان، ننه من که نباید بیاد به کف خیابون، مردم باید بیان، انقلاب میخوام بکنم، انقلابم برای خودشون میخوام بکنم، برای من پیمان بهبودی و ساید سیار که نمیخوام بکنم. خب بعد شما میگن یه سری المان ها و یه سری پالسا رو بده، پالسا رو ما به جوان ها دادیم، اونهایی که باید بدونن چیکار باید بکنن از من و شما بهتر میدونن. تیپ جوان، من اگر میگم که اینهایی که باید بیان، من کلا اکثریت رو میگم، اقلیت گروه هایی هستن، از همین الان تیماشون رو تشکیل دادن، برنامه‌ریزیاشون رو انجام دادن، میدونن چیکار باید بکنن، همین جوانای انقلاب زن زندگی آزادی هستن، با هم دیگه هم ارتباط دارن، خیلی خوبم دارن کار میکنن، اینا رو من همه رو در جریانم، اینا گفتن نداره. من اگر میام اینجا بالای منبر روزه میخونم، برای این افرادی میخونم که 50 سال 49 سال 60 سال اینها دارن، که متاسفانه خیلی عذر میخوام، بذار من حقیقت رو بگم، اینا همیشه به عنوان یک بازدارنده در این مملکت بودن، یه خطی رو که اول انقلاب اون فاجعه 57 رو رقم زدن، بعد از اونم دیگه شاخو نمیکشن، میدونید، نه کمک نمیکنن هیچی، همش هم بازدارنده هستن. من الان برای اونها دارم روزه میخونم که زحمت بکشید، به محض اینکه اسرائیل حمله خودش رو به زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی و سران مملکتی کرد، شما زحمت بکشید در کنار جوان‌ها به کف خیابون بیاین، دوباره آیه یست نخونید، دوباره نشید تو خونه بگید آقا بشینید جنگ فلان کجا بریم، آقا مگه میشه انقلاب کرد، نه آقا ولش کن اینا، نگید جون مادرتون، نگید شما چند دهه زندگی ما جوان‌ها رو یعنی ماها که دیگه کلن نسل سوخته شدیم، جون مادرتون بذارید این جوان‌ها یک روز خوش رو ببینن، یک شغل درست حسابی رو ببینن، یک ماشین درست حساب، الان خریدن یک پراید برای یک نفر آرزو شده، نکنید این کارو، اجازه بدید به کف خیابون بیاد، عوض این کار پشتیبانشون باشید، مخصوصا شما زنان قهرمان که تو انقلاب زن زندگی آزادی پیش قراول بودید و واقعا درود به شرفتون، زحمت بکشید
این اتفاق دوستان عنقریب میفته، شاید تا چند ساعت دیگه رخ بده. حالا بعضیا میان به ما میگن باز این داره جوک میگه، مگه جنگ همین جوریه؟ آقا اتفاقا جنگ همین جوریه، همیشه جنگ با یک جرقه شروع شده. چه اشکالی داره شما از همین الان آمادگیشو داشته باشید؟ سرنگونی هم با یک جرقه شروع شده. دقیقاً آقا من امروز برای یکی از همین بچه‌ها داشتم این مثال این مرده چیچی مالکی رئیس جمهور یوگسلاوی، یوگسلاوی سابق که بعد دیگه فروپاشی شد، رومانی و پومانی و سرب و پرب و اینا همه شدن یک کشور. اون مگه چی شد؟ اون تو میدان شهر 100,000 نفر رو دعوت کرد بیاد سخنرانی بکنه، همون 100,000 نفر اول اومدن تشویقش کردن، بعد اومدن این از اون بالا آوردنش پایین، همون روزم هم تیربارانش کردن، کشتن، با زنش تموم شد در پی کارش. همیشه انقلاب‌ها اینجوری بوده، همیشه استارت جنگ‌ها هم همین جنگ حماس یا همین جنگ نمیدونم این دوروبری‌ها رو نگاه بکنی، همین روسیه و اوکراین. همه ما اومدیم اینجا گفتیم دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی دنیا اومدن گفتن آقا روسیه داره خودش رو آماده میکنه چند هفته دیگه به اوکراین حمله بکنه. روسیه خود پوتین آمد جلوی تلویزیون به مردم برگشت گفت نه این دروغیه که دارن میگن، ما اصلا آمادگی برای جنگ نداریم. درست 3 هفته بعد به اوکراین یورش برد. اینا دیگه همه هست دیگه، اسناد و مدارکش هست. الان هم این اتفاق اینجوریه. شما شک نداشته باشید جمهوری اسلامی میزنه، از خاک خودش هم میزنه، و شک نداشته باشید هیچ وقت ماجرای عین الاسد پیش نخواهد آمد که با هم هماهنگ بکنن یه دشت و دیار و فلان و اینا رو بزنن. نه، این جنگ جنگ رویارویی میزنن و عجیبم میخورن. ما باید فقط وایسیم تا اون ساعات آینده، ولی این وسط باید شما مردم ایران زرنگی بکنی، باید فرصت طلبی بکنی. این بهترین فرصتی در انقلاب زن زندگی آزادی سال گذشته، ما این فرصت رو نداشتیم چون آمریکا نمیخواست به ما کمک کنه. اسرائیل سر جنگ با جمهوری اسلامی رو نداشت، راحت زندگیشو میکرد. ولی الان وضعیت به نفع شما مردم ایران، خودتون رو آماده بکنید برای یک مقابله رو در رو با این حرامزاده های جمهوری اسحالی. من در تایید حرفات بگم که پیمان تو میای به مردم میگه آذوقه بگیرید تهیه کنید، من بگم اینجا بعد فرد پس داده پوستر پیمان نگید که آقا پیمان نمیدونم حتما یک شرکت آب داره، نمیدونم شرکت فلان داره، داره تبلیغات خودشه میکنه. نه، چه این چیزی نیستش. ما اینجا هیچی نداریم و پیمان هرچی هم داریم میگه از سر دلسوزی داریم میگه و داره شما آگاه میکنه. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اینجور حرفا رو نمیاد نمیزنه. خودش هلیکوپتر آورده و تمام خانواده‌اش رو از پایتخت برداشته برده، نه پناهگاهی هستش، نه به شما اطلاع رسانی میکنه، نه میگه آقا برید آذوقه تهیه بکنید، هیچ کاری نمیکنه. ما فقط اینجا داریم اطلاع رسانی میکنیم که شما مردم در امان باشید. بعد از اینکه اسرائیل بخواد حمله بکنه، شما مردم آذوقه توی خونتون داشته باشید، بچه‌هاتون آذوقه داشته باشه، یه سرپناهی داشته باشن و آسیبی نبینن. پیمان اینا رو داره بهتون میگه. ما چند ماه پیش همینجا تو این برنامه آمدیم به شما آقا صادق و بینندگان عزیز گفتیم آقا اگر پول داری از این بانک‌های حرامزاده اینها بردارید، برید طلای بدون اجرت بخرید، برید ارز خارجی بخرید. اون موقع چی بود؟ 30,000 تومان بود، الان چقدر شده؟ یه ذره حرف گوش کنیم. میدونی شماها همه کت خدا، شماها همه استاد دانشگاه، ما خاک بر سر بدبخت اینجا میایم جلوی دوربین بیکاری میایم جوک میگیم به شما، ولی یه ذره بعضی وقتا از ما خاک بر سرای بدبخت هم حرف بشنوید. باور کنید اینجوری 45 سال فرو نمیره به شما. یه ذره از دیگه دوباره یه ذره آمپراژ هم داره میزنه بالا. خیلی خوشحال شدیم از اینکه مرسی پیمان عزیز، خدمت شما بود. خیلی خوبه که آدم غره نباشه، خیلی خوبه که آدم خودشو همه چیز دان نداند. یه آدمی بود میگه همه چیز رو همگان دانند. ما آدمهای بی سواد هم میایم با زبان بی سوادی خودمون یه چیزهایی رو به شما میگیم، از ما هم یک سری چیزها برداشت درست بکنید، به ضرر شما نخواهد بود. شما علامه در، ما میدونیم شما همه چیز رو میدونید، ولی یه چیزایی رو از ما قبول بکنید که به ضرر شما نباشه دیگه. خیلی خوشحال شدم. مرسی پیمان عزیز، دمت گرم که با این همه مشغله کاری میای و هر شب یک ساعت وقت میذاری برای مردم. قربان شما، شب شما بخیر. شب شما بخیر. شبتون بخیر.